سلام و شب شما بخیر. به برنامه امشب بازار از تلونیوز خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، آمار تازه از جمعیت زیر خط فقر در افغانستان. اداره احصایی مرکزی دریافته است که شمار افراد زیر خط فقر در کشور به بیش از 16 میلیون تن رسیده است. بیش از نیم جمعیت هنوز زیر خط فقر زندگی میکنند و این باید یک آواز بیدار کننده برای همه ما باشد. با کار افتادن یک کارخانه تولید پارچه در پکتیا، مسئولان کارخانه میگن که پارچه های گوناگون را تولید میکنند و از بازار خوب نیز برخوردارند. پکتیا ولایت که در کارخانه سپاله کرده در موقع در سواله در شهرنه و سواله در زرمت و سواله در غیست پکتیا دین دولا سودیاتو نو رسواله تا موږ خپل مال توزیع کوو بده کې موږ دسمنه جوړو څارنه جوړو. خوشبینی وزارت ترانسپورت به نشست سازمان ایکو. وزارت ترانسپورت نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان ایکو که در ترکمنستان برگزار شده بود پر دستاورد می‌دارد. و اعتراض هزاران تن در فرانسه، معترضان سیاست‌های تازه اقتصادی رئیس جمهور فرانسه را پذیرفتنی نه. سرمینا محمدی هستم با مشروع خبرها این ساعت. بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. یافته های یک بررسی به نام وضعیت زندگی در افغانستان نشان میدن که شمار افراد زیر خط فقر در کشور به بیش از 16 میلیون تن رسیده است. بر بنیاد این بررسی که از سوی اداره مرکزی احصایه و نهاد جهانی آیکان انجام شده است، بیشتر از 54% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. این نهادها این بررسی را 2 سال پیش انجام دادند و احتمال می رود که این آمار افزایش یافته باشد. سرانجام اداره مرکزی احصای یافته های بررسی اوضاع زندگی را در افغانستان با تأخیر چند ماه پخش کرد. یافته های این گزارش نشان می دهند شمار کسانی که در زیر خط فقر در کشور زندگی می کنند بیشتر از 54% است. بر بنیاد این گزارش در 2 سال اخیر شمار کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند یا آنانی که نمی توانند نیازهای بنیادی زندگیشان را فراهم بسازند بیش از 15% افزایش یافته است و نیز نرخ بیکاری در کشور به 24% رسیده است. افراد زیر خط فقر قرانان هستند که روزانه کمتر از 100 افغانی درآمد دارند. بر اساس محاسباتی که صورت گرفته، خط فقر این تعریف ملی است. اگر یک فرد 2064 افغانی را در یک ماه هر واحد اگر کمتر مصرف کنه، این زیر خط فقر است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و نسبت به گزارش قبلی که در زمان انتخابات صورت گرفته بود، پس لحظه های انتخاباتی که میزان سرمایه گذاری در داخل افغانستان متاثر ساخته، جزی از دلایل اولی به شمار میره. دسترسی 4% جمعیت کشور به اینترنت، دسترسی نزدیک به 98% آن به برق و بهبود شاخصهای در بخش بهداشت و آموزش از یافته های دیگر این پژوهش هستند. بانک جهانی و اتحادیه اروپا ناامنی ها و افزایش سریع جمعیت را از علت های افزایش فقر در کشور می دانند. There are many points of hope in terms of progress that has been made. چندین نکته امیدبخش چون پیشرفت‌های در آموزش و پرورش، در بخش آب و درمان و مراقبت‌های نخستین بهداشتی وجود دارند. اما من فکر می‌کنم حقیقت مهم چیزی است که من گفتم. بیش از نیم جمعیت هنوز زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این باید یک آواز بیدارکننده برای همه ما باشد. مکتب‌های بیشتر ساخته شدند، اما شاگردان بیشتر پیدا می‌شوند. شغل‌های واقعی ایجاد می‌شوند، اما به مراتب مردمان بیشتر در جستجوی درآمد هستند. هرچند این بررسی تصویر از سالهای بعد 1395 به دست نمی دهد، اما پیش از این بانک توسعه آسیایی در گزارش از بهبود نیافتن رشد اقتصادی افغانستان در سال 1396 و کاهش آن در سالهای آینده به علت ناامنی ها و متوقف شدن سرمایه گذاری ها تا هنگام معلوم شدن سرنوشت انتخابات خبر داده است. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با عصمت الله حکیمی، رئیس احصایه اقتصادی اداره احصایه مرکزی. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. آقای حکیمی،
تازه ترین آماری که شما از جمعیت زیر خط فقر در افغانستان ارائه کردین یک مقدار بسیار زیادی است. میشه در مورد بررسی هایتان در نخست بگوین که چگونه بررسی ها را انجام دادین و یکی بررسی خب دو سال پیش وضعیت نشان میده، وضعیت کنونی ما چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و به بینندگان عزیز شما. سروی وضعیت زندگی افغانستان یکی از سروی های استاندارد با سطح بین المللی می باشد که ما این سروی را در 34 ولایت افغانستان برای انداختیم که میتود و طرح نمونه ازی و یک طرح دو مرحله ای و خانوارهایی که انتخاب کرده 21,000 خانوار و با تعداد 155,000 نفر با مصاحبه صورت گرفته که تمام انتخاب به اساس سمپل یا اتفاقی انتخاب شده. خب فعلا چقدر از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و علت های ازی چی بوده؟ جمعیت افغانستان 54.5% در جمعیت افغانستان به اساس یافته های ما زیر خط فقر زندگی میکنه و علت اساسیش هرچند که نیاز به بررسی ها و ریسرچ های علمی داره، عواملی که ما یادداشت کرده میتونه یکی از عوامل بیکاری باشه، دوم عوامل نرخ انفلاسیون هم دهی شامل است و همچنان کمبود کمک های جامعه بین الملل بعد از سال 2014 خروج اکثریت از مؤسسات خارجی و پایین بود و عوامل میتونه عوامل از کاهش پروژه های انکشافی هم شامل ازی باشه. آقای حکیمی، این گزارش در سال 95 است، وضعیت سال 95 و چند سال پیش از نشان میده، چرا این با تاخیر دو ساله به مردم ارائه میشه؟ چرا شما نتونستین در اون زمانی که ریسرچ شما تکمیل شده بود اینو به مردم ارائه میکردین؟ چون آل وضعیت شاید فرق کرده باشه، شاید بیشتر از آماری که شما فعلا ارائه میکردین که 54% از شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، این آمار شاید بالا رفته باشه. سروی وضعیت زندگی افغانستان یکی از سروی هایی است که ما از سال 2003 شروع کردیم و اسکیل و ترند ازی هر بعد از هر دو سال است. یک این سروی در سال 95 خوبی هایی که داره، ما در این فقر و مسئولیت غذایی را سنجش میکنیم، بر مدت یک سال جمع‌آوری ارقام از نظر میگیریم به خاطر از اینکه تمام تاثیرات فصلی را ما داشته باشیم. شما خوب بهتر میدانید که عوامل کار، فقر، مسئولیت غذایی، این عوامل فصلی هم در این شامل میباشه. به او اساس جمع‌آوری ارقام در مدت یک سال طول کشیده و مدت یک سال دیگر با حداقل 6 ماه را نیاز دارد تا دیتا آماده به تحلیل شود و 6 ماه دیگر به راپور نوشته میکنیم. راپور از این تقریبا 370 صفحه است، یک گزارش جامع است که یک سال مردم انتظار دارن که چنین بررسی ها باید هر چه زودتر در دسترس مردم قرار بگیره تا اونا اطلاع پیدا بکنن از وضعیت زندگی در افغانستان. چرا شما دو سال بعد آمدین و این گزارش ارائه کردین؟ حداقل میگن 6 ماه در بر میگیره، خب 6 ماه دیگر هم اضافه بکنیم کمتر از یک سال میشه یا اضافه تر از یک سال میشه، چرا شما نتونستین که وقتری را ارائه بکنین؟ چون حکومت باید به اساس زینمی برنامه خود تحریزی بکنن تا حداقل اینا بتونن که در زندگی مردم بهبود به وجود بیارن. شما متوجه حرف من نشدید، زمان یک سال زمان تا جمع‌آوری ارقام در بر گرفته. این به اساس میتودی که ما باید فصل ها را بتانیم تاثیراتش را کور کنیم یا بپوشانیم، این طور دیزاین شده که باید به مدت یک سال تنها جمع‌آوری ارقام صورت بگیره. یعنی از ماه اول سال 1395 الا ماه اول سال 1396 ما دیتا ارقام جمع‌آوری کردیم. این معمول است که باید یک سال در بر بگیره. یک سال دیگه که مدت 6 ماه ما دیتا را کلین کردیم و یک راپور 6 ماهه از این ما نشر کردیم قبلا. خب فکر نمیکنین وقت بسیار زیاد است؟ چون حکومت باید به اساس زیرمی طرح‌ریزی و برنامه ریزی بکنه. و سوال دیگه ای که شما رفتین و بررسی کردین در 34 ولایت، در کدام ولسوالی های زیادی در افغانستان هستن که اینا ناامن هستن؟ شما به اونجا هم رفتین این بررسی را انجام دادین یا که خیر؟ چقدر آمار شما حقیقی است؟ آمار ما از نگاه 95% درجه اطمینانش است و 3% ایرور نمونوی یا معیاری که در قسمت پوشش ما تا 34 ولایت افغانستان پوشش کردیم و از جمله 95% نمونه که انتخاب کرده بودیم ما تا 96% از 100% نمونه ما کور کنیم. صرف 5% ما نتانستیم که به اساس نامنی ها ایره بتانیم از نمونه خود کور کنیم. ما 5% ریپلیس یا تعویض کردیم در جای امن
و خوبی از این است که ما از مردمای محل استفاده کردیم. خب فکر نمیکنین وضعیت در جاهایی که ناامن است شاید بدتر از این باشد در جاهایی که امن است که شما مقایسه میکنین با جاهایی که امن است و جاهای ناامن؟ گفتم که ما 95% از جاهایی که نمونه انتخاب شده ما از استفاده کردیم، صرف 5% ما در جای تعویض کردیم که مسائل از نگاه نمونوی مشابهت ها را در نظر گرفتیم. یعنی وضعیت زندگی از اونها شاید خوبتر باشه؟ تئوری را میگم و در عمل شاید خوبتر باشه، اما ما گفته نمیتونم. خب میشه در مورد یافته هایتان بیشتر صحبت بکنین، به اینکه در کنار خط فقر شما شاید بررسی کرده باشین که چقدر شهروندا دسترسی به خدمات بهداشتی دارن، با آموزش و پرورش دارن، چقدر به امکانات اولیه زندگی اینا دسترسی دارن. بسیار خوب، یکی از یافته های ما اینا نشان میده که میزان سواد بالا از 64% به 70% افزایش یافته و در قسمت دسترسی با باشا میدنی که خوبتر شده. در قسمت هم بعضی هفته های مثبت هم داریم و هفته های منفی هم داریم. با حکومت هرایه شده که اینا باید طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی به اساس از این هفته های شما داشته باشن؟ بله، خوشبختانه در هفته گذشته کنفرانس بین‌المللی کار دایر شده بود که ما هفته های خود در اون کنفرانس شامل ساختیم. به اساس هفته های ما تصمیمات گرفته شد و همچنان قبل از اون ما به کابینه پیشنهاد کردیم و خوشبختانه جلال مآب رئیس جمهور و وزیران سکتوری هدایت دادن تا به اساس در ابتدا باید پلانا و پالیسی های خود طوری بسازن که با سطح فقر پایین بیاد و همچنان پلانا خود بعد از این مطابق با هفته های سایه مرکزی پلانا انکشافی خود اینها طرح ریزی. شما سروی وضعیت زندگی شهروندان در سال 96 و 97 ایره بررسی خواهد می شاید شما بکنین ده. چه زمانی نشر خواست شد؟ خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین. معمولا بازم اگر ما به می میتوت پیش بریم یک سال در بر میگیره تا سروی سال آینده که ما پلان داریم شروع کنیم و با می تانیم در سال آینده نشرش هم کنیم. تشکر، سپاس از اتون در برنامه. تشکر. بین هم به های مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1130 افغانی، 1 لیتر روغن 75 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 35 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 90 افغانی و 1 کیلوگرم چای 300 افغانی. تا لحظات دیگر خوشبینی با بهره برداری سپردن نخستین بند برق در نورستان. شرکت برشنا میگه تا کمتر از یک ماه دیگر نخستین بند برق در ولایت نورستان با بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت فاید آمه از تلاش های این نهاد برای عملی سازی پروژه های جاده سازی خبر می دهد. مسئولان وزارت فاید آمه می گویند که در حال حاضر بعد ده ها پروژه جاده سازی زیر کار است و به زودی تکمیل خواهد شد. این مسئولان می افزایند که تا چند روز دیگر میزان مصرف بودجه توسعه این نهاد به 20% خواهد رسید. با تمام مشکلاتی که وزارت فاید آمه دارد، چون در فصل سرما وزارت فاید آمد در حالت دفاعی خود قرار دارد تا ما بتانیم 300 اردان و قطعات سپ پذیر بروی هموطنان عزیز خود باز نگه داریم که خوشبختانه ما تانستیم در فصل زمستان بدون بدون مشکلات شاهراهای عمومی افغانستان بروی هموطنان عزیز خود باز نگه داریم، چون در فصل سرما ما کاملا در حالت دفاعی قرار داریم و بعد از حالت سرما که ما پروژه های خود را انجام میتیم خوشبختانه ما تانستیم تا امروز که 70% بودجه وزارت فاید آمد به مصرف برسانیم که این حقیقتا در حدود 25% بودجه حکومت وسط ملی ما تونستیم به مصرف برسانیم، تنها می فسدی وزارت فاید آمد و تا روز سه شنبه بیش از 20% بودجه ما به مصرف میرسد، چون زیاد بعضی پروژه های ماست که در حالت پیندینگ قرار داره که انشالله و تا روز سه شنبه که یال بر ما معلومات دادن بیش از 20% ما به مصرف میرسانیم. البته در مجموع باید در نظر داشته باشیم که فیصدی زیاد ارقام دقیق نمی باشد، چون بعض وزارت خانه هاست که 2 میلیون بودجه داره که در حقیقت 2 میلیون دلار تنها بودجه یک پروژه ما می باشه که از لحاظ بودجه وزارت فاید آمه بعد از وزارت دفاع داخله و معارف چهارمین وزارت است که ما رو به مصرف می رسانیم. بنابراین پروژه هایی که ما به مصرف می رسانیم با پروژه های وزارت خانه های دیگر کاملا متفاوت تر است، چون از لحاظ امنیتی مشکل داریم، از لحاظ اقلیمی مشکل داریم و فعلا هم در درسوف یکاولنگ که پروژه ما تحت کار است شب گذشته برف بارده که به اساس برفباری امروز ما نمیتونیم در پروژه خود کار کنیم. سرکو
خب پروژه هایی که خوشبختانه در رهبری حکومت وطن ملی تحت کار هستند یا آنگوینگ هستند از لحاظ کیفیتی خود هیچ مشکل نداره و پروژه هایی که پروژه های انتقالی بود از حکومت قبلی فعلا هم الحمدلله ما با مت کیفیتش که طبق در ماده قرارداد ذکر شده ما با مو تطبیق کردیم و تطبیق میکنیم و هر نوع مشکلاتی در پروژه های انتقالی ما باشه بنا بر ما طبق ماده قرارداد مکلف هستیم که در بالای قراردادی خود را تطبیق بکنیم و اگر کجا قراردادی ما نتونه و با موی ماده قراردادی که ذکر شده تطبیق بکنه بناهن با شرکت برخورد قانونی صورت میگیره و در تاریخ وزارت فایده ما در سال گذشته بیش از 22 شرکت ما بلک لیست شدن که این روان ادامه خواهم داشتن بناهن طبق قانون ما از پروژه های خود نظارت میکنیم و یک سرک سرمایه ملی است بناهن ما سرمایه ملی خود به درستی حفظ مراقبت و نظارت فهم کردیم. تا کمتر از یک ماه دیگر نخستین بند برق در ولایت نورستان به بهره برداری سپرده خواهد شد. شرکت برشنا میگوید که شرکت پیمانکار این بند گفته است که قرار است فردا هیئتی از یک شرکت چینی برای بررسی فنی بند برق پارون به کشور بیاید و پس از بررسی های این شرکت این بند به بهره برداری سپرده خواهد شد. بند برق پارون که کار ساخت آن از 2 سال بدین سو ادامه دارد با هزینه 124 میلیون افغانی از بودجه شرکت برشنا ساخته می شود. بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا با بهره برداری این بند 700 کیلووات برق تولید خواهد شد و از آن در حدود 1000 مشترک به شمول نهادهای دولتی در نورستان بهره مند خواهند شد. این پروژه در حدود یک بند کوچکی است که 700 کیلووات برق تولید میکنه به خاطر شهر پارون، مراکز تجارتیش، ادارات دولتیش که از خود بودجه در افغانستان برشنا شرکت البته یک تمویل میشه. در همین حال شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی میگویند که نورستان ظرفیت های بیشتر برای ساخت بندهای برق دارد و ساخت این بندها نه تنها برق مورد نیاز نورستان بل بخش از برق مورد نیاز ولایت های همجواران را نیز تامین خواهد کرد. چندین سال است که بند نورگام یا گندلبوک منظور است ولی کارش تا بالی هیچ اثرش معلوم نیست و منظوریم شده در بودجه هم گنجانیده شده تا بالی کارش انجام ندادن کارشه. با گفته شرکت برشنا پیمانکار این پروژه علت تاخیر در این پروژه را که قرار بود در ماه هوت پارسال به بهره برداری سپرده شود ناامنی ها و آمدن هیئتی از شرکت چینی گفته است. وزارت فایدامه در 4 ماه امسال مالی بخش اندکی از بودجه توسعهش را مصرف کرده است. دیده می شود که وزارت فایدامه به مثابه 30 بزرگترین واحد بودجه کشور امسال بیش از 14 میلیارد بودجه توسعه‌ای در به دست آورده است. اما این وزارت در بیش از 4 ماه امسال مالی توانسته است تنها 4 میلیارد افغانی را مصرف کند. از سوی هم شماری از آگاهان با در نظر داشته مشکلات در بخش توسعه کشور مصرف نشدن بودجه توسعه‌ای لازم را از سوی واحدهای بودجهی کشور شرم‌آور می‌دانند. وزارت فایدامه به مثابه 30 بزرگترین واحد بودجه هر سال بودجه هنگفت توسعه‌ای را می‌گیرد، اما مصرف سالانه این بودجه بسیار اندک می‌باشد. امسال هم دیده می‌شود که این وزارت با گذشته بیش از 4 ماه از سال مالی امسال از 14 میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای 4 میلیارد افغانی که یک رقم بسیار اندک است مصرف کرده است. 17% بودجه وزارت فایدامه را به مصرف برسانیم که این حقیقتا در حدود 25% بودجه حکومت وطن ملی را ما تونستیم به مصرف برسانیم تنها می فسدی وزارت فایدامه و تا روز سه شنبه بیش از 20% بودجه ما به مصرف میرسد چون زیاد بعضی پروژه ماست که در حالت پندینگ قرار داره و انشالله و تا روز سه شنبه که بر ما معلومات دادن بیش از 20% ما به مصرف میرسانیم. این در حالی است که شماره آگاهان با در نظر داشته مشکلات در پروژه های جاده سازی کشور مصرف اندک بودجه توسعه را وابسته به نبود ظرفیت لازم در وزارت فایدامه و بی پروایی رهبران حکومت وحدت ملی می دانند. با آمدن رهبری جدید وزارت فایدامه ما امیدوار بودیم که تغییرات بنیادی رو نما شود، اما متاسفانه نه در بخش ساختاری، نه در بخش کادری و نه در بخش سیستم انجینیریشان تغییرات رونما شده. با اونمو روی کرد سابق اجراعات میکنن که ناموفقانه بود و اگر به می سیستم پیش برن من فکر میکنم که ناکامی از اونا خواهد بود و بودیجهشان تطبیق نخواهد شد. این در حالی است که بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه با گذشت بیش از 4 ماه از سال مالی 1397
تنها 8.9% بودجه توسعه از سوی نهادهای دولتی به مصرف رسیده است. بر بنیاد این اطلاعات 14 نهاد دولتی مصرف بودجه توسعهشان صفر است و 14 نهاد دولتی کمتر از 4% بودجهشان را هزینه کردند و نیز 4 نهاد دولتی دیگر بخش بزرگی از بودجه توسعهشان را هزینه کردند. هزاران تن از مردم فرانسه در برابر سیاست‌های اقتصادی حکومت این کشور دست به اعتراض زدند. معترضان سیاست‌های تازه اقتصادی رئیس جمهور فرانسه را پذیرفتنی نمی‌دانند. رئیس جمهور فرانسه راهکارهای اقتصادی تازه را برای آوردن اصلاحات در نظام اقتصادی این کشور روی دست گرفته است. هزاران تن از باشندگان شهر پاریس، پایتخت فرانسه، برای چندمین بار در هفته‌های اخیر به جاده‌ها برآمدند و دست به تظاهرات زدند. آنان از آنچه که سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت می‌دانند شکایت دارند. حکومت فرانسه سیاست‌های را از بهر آوردن اصلاحات در نظام اقتصادی این کشور روی دست گرفته است، اما معترضان مخالف این کار هستند. طنز بهترین سلاح در اعتراض‌های ما در برابر حکومت است. ما نمی‌خواهیم که خشونت به راه بیندازیم، اما با هم می‌توانیم شمار بزرگی از مردم را به اینجا بیاوریم. ما خوشحال و مصمم هستیم. ما مردمان با وجدان و روشن فکر هستیم. ما می‌دانیم که ایمانوئل ماکرون سیاست‌های نادرستی را روی دست گرفته است. در همین حال معترضان میگویند که نظام سرمایه‌داری را در فرانسه نمیخواهند. نظام اقتصادی فرانسه بی‌نظیر است و باید از این هم بهتر شود. از همین رو ما میخواهیم از آنچه که برای ما مانده است دفاع کنیم، اما نمیخواهیم که مانند ایالات متحده آمریکا نظام سرمایه‌داری داشته باشیم. این اعتراض ها از چندین هفته به این سو در شهرهای گوناگون فرانسه آغاز شدند و به درگیری میان معترضان و پلیس نیز انجامیدند. ایمانوئل ماکرون می خواهد که به شرکت های قطار از کشورهای دیگر اروپایی اجازه دهد که در فرانسه فعالیت کنند، اما معترضان با این کار مخالف هستند. ماکرون در برخی از زمینه های دیگر اقتصادی نیز تصمیم های مشابه گرفته است. وزارت ترانسپورت نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان کو را که در ترکمنستان برگزار شده پر دستاورد می‌داند. مسئولان وزارت ترانسپورت میگن که در این نشست بیشتر روی حل مشکلات ترانسپورتی و گسترش رابط بازرگانی و ترانزیتی بحث و گفتگو شده است. این وزارت می‌افزاید که به هدف آوردن سهولت‌ها در بخش ترانسپورت این نهاد موافقتنامه‌های ترانسپورتی افغانستان را با تمام کشورها بازنگری کرده است. نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان کو به هدف گسترش رابط ترانزیتی و بازرگانی در ترکمنستان به روز شنبه برگزار شد. مسئولان وزارت ترانسپورت میگن که در این نشست روی مشکلات در بخش ترانسپورت و ترانزیت و گسترش همکاری های اقتصادی بحث و گفتگو شده است و روی سرعت بخشیدن عملی سازی موافقتنامه های راه لاجورد و بندر چابهار نیز گفتگو شده است. در این نشست روی موضوعات اقتصادی و همچنان تجارت، ترانسپورت، ترانزیت، کشاورزی و مواردی که بین اعضای در کشور ایکو کی هستم صحبت کردن به خاطر حل مشکلات در بخش ترانزیت، ترانسپورت، تجارت و تمام مواردی که هست صحبت شد. در این حال اتاق تجارت و صنایع میگوید که با گذشت چندین سال از عضویت افغانستان در سازمان ایکو تا کنون حکومت نتوانسته است از این سازمان به هدف حل مشکلات در بخش ترانزیت و بازرگانی در کشور کار گیرد. تا 16-17 سال گذشته مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی ما حل نشده. فعلا هم ما مشکلات داریم و توقع داریم که چنین نشست ها سبب شود تا مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی ما حل گردد. با گفته یه وزارت ترانسپورت به هدف آوردن سهولت‌ها در بخش ترانسپورت این نهاد موافقتنامه‌های ترانسپورتی افغانستان را با تمام کشورها بازنگری کرده است و به‌زودی موافقتنامه‌های جدید با کشورها به امضا خواهد رسید. شما می‌توانید همین اکنون برنامه بازار و دیگر برنامه‌های تلونیوز را از طریق وبسایت تلونیوز دنبال کنید. در این وبسایت شما می‌توانید تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی را نیز دریابید. آدرس ما tlonews.com. و این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت.
1 کیلوگرم گاز مایع 46 افغانی، 1 لیتر پترول 44 افغانی. لیتر دیزل 43 افغانی. تا چند لحظه دیگر به کار افتادن یک کارخانه تولید پارچه در پکتیا مسلانه کارخانه میگن که پارچه های گوناگون رو تولید میکنن و از بازار خوب نیست برخوردارن. برنامه بازار خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. آمار تازه از جمعیت زیر خط فقر در افغانستان. اداره احصایی مرکزی دریافت است که شمار افراد زیر خط فقر در کشور به بیش از 16 میلیون تن رسیده است. بیش از نیم جمعیت هنوز زیر خط فقر زندگی میکنند و این باید یک آواز بیدار کننده برای همه ما باشد. به کار افتادن یک کارخانه تولید پارچه در پکتیا. مسئولان کارخانه میگن پارچه های گوناگون را تولید میکنند و از بازار خوب نیست برخوردارند. پکتیا ولایت که در کارخانه سپاره کرده در موقع در سواله در شهر نو سواله در زرمت سواله در غزد پکتیا در دول سواله در اتو نو سواله تا موقع خبال مال توزیه که بدا که من دسمان نجوره و چادر نجوره. خوشبینی وزارت ترانسپورت به نشست سازمان ایکو. وزارت ترانسپورت نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان ایکو را که در ترکمنستان برگزار شده پر دستاورد می‌داند. به خاطر حل مشکلات در بخش ترانزیت، ترانسپورت، تجارت و تمام مواردی که اساس صحبت شد و اعتراض هزاران تن در فرانسه، معترضان سیاست‌های تازه اقتصادی رئیس جمهور فرانسه را پذیرفتنی نمی‌دانند. یک کارخانه تولید پارچه در ولایت پکتیا آغاز به کار کرد. مثلا این کارخانه میگن که آنان پارچه های گوناگون را تولید میکنند و این پارچه ها از بازار خوب نیز برخوردار است و بیشتر باشندگان ولایت پکتیا از این پارچه ها کار میگیرند. در این حال اتاق تجارت و صنایع پکتیا بر حمایت های بیشتر سرمایه گذاران از سوی حکومت تاکید دارند تا سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد. اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا برای نخستین بار یک کارخانه تولید پارچه که با سرمایه‌گذاری 3 میلیون افغانی به تازگی به کار آغاز کرده است. مثلا این کارخانه از بازار برای پارچه هایشان خرسند هستند. مثلا این کارخانه میگن که آنان در حال حاضر چادرها و پارچه ها با طرح‌های تازه تولید میکنند و میکوشند این پارچه ها از کیفیت خوب برخوردار باشند. هر رقم تاب مسلمان راوړو کېده لنګیم جوړو او نور د سیغه شین رخت جوړو دا شین جوړو تقریبا د پکتیا ولایت کې دا کارخانه سپاله کړې ده. موږ د ولسوالۍ د شهرنو ولسوالۍ د زرمت ولسوالۍ د غزد پکتیا د دولس د اتو نو ولسوالۍ ته موږ خپل مال توزیع کوو. بده کې موږ د سمنه جوړو څادرنه جوړو. نبوده برق کافی و نبوده جای مناسب و دسترسی نداشتن به پیمانهای دولتی از چالش‌های عمده در برابر کاربر این کارخانه گفته می شود. خواست منگا برق هم ضرورت لرو. منگا دیتار تذر لجمت قراده تو که یا منگل جواز لگی مزرنگاریو که منگتار لرو و نماشندیر نور رضیت رو. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع بر حمایت‌های سرمایه‌گذاران از سوی حکومت تاکید دارد. په پکتیا کې یو صنعتي انقلاب منځته راوړي ځکه د رکود پیسې چې دي دا د تولید په ډګر کې په کار اچول کیږي. مفتی مثلان این کارخانه تولید پارچه آنان در نظر دارند که کاربارشون را گسترش دهند و در دیگر ولایت ها نیز کارخانه های تولید پارچه ها را به کار اندازند تا تولید پارچه در کشور افزایش یابد. برای بحث بیشتر احسان زدران آگاه امور اقتصادی اینجا با ما هستند. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه.
آقای زدران، از دید شما چقدر نیاز است که در افغانستان کارخانه های تولید پارچه ایجاد شود؟ چون ما نیاز داریم، در حال حاضر بیشترین اما نیازمندی ماست کشورهای بیرونی وارد میشه. اگر در این بخش سرمایه گذاری های هنگفت صورت بگیره، مثل یک کارخانه ما فعلا در پکتیا آغاز به کار کرده و اینا میتونن که پارچه های بسیار خوب را تولید بکنن و با بازار عرضه بکنن و بیشتر مردم علاقمند هستن که از استفاده بکنن، اگر در این بخش بیشتر کار شود میدان چقدر بر سود افغانستان باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو د تور نیوز ټول لیدونکو ته سلام او درناوی. په اول قدم کې چې تاسو پښتنې ته راشم، هغه د خوست د غمیزې چې نن په خوست کې کمه غمیزه شي و زموږ زیات شمیر هیوادوال شهیدان شول، ټاپیان شول. شهیدانو ته جنت الفردوس او ټاپیانو ته شفا غواړو او کورنیو ته تسلیت غواړو. نو رښتیا هم چې څنګه چې تاسو ویلې چې ډیر مهم دی په افغانستان کې دغه د ټوکرونو او دغسې د رختونو وړو مزو فابریکې او ډیر ضرورت لیدل کیږي. په پکتیا کې هم چې دغه اوس کوم نوښت شوی دی یا په دغسې حالاتو کې یو پکتیاوال داسې یو افتخار کړی دی د موږ نیک فال ګڼو او د ستایلو وړ دی، دغسې خلک باید تقدیر شي. نو دا یوازې په پکتیا کې بسنه نه کوي، لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې په سوال کې چې دغه د افغانستان باید نورو هیوادونو ولایتونو ته وغځیږي. نو دولت ته پکار ده چې د دې دپاره هغه د داسې خلکو ملاتړ وکړي چې یو کس په داسې ډېر وړوکي ولایت کې راجېږي او داسې یو غټ افتخار کوي، نوښت کوي. نو د دوی سره باید دولت هم په مالیاتي سیستم کې هم هغه د دوی دپاره تخنیکی هم مسلکی ورکشاپونه جوړ کی، وزارت مالیه، وزارت تجارت د دوی د لا تشویق لپاره. نو دا یو ښه ګام دی. خب چقدر زمینه های سرمایه گذاری در بخش پارچه در افغانستان وجود داره که سرمایه گذارهای ما بیاین و اینجا سرمایه گذاری بکنن در با توجه به شرایط کنی در افغانستان؟ اول خب افغانستان کې دوه مسائل ډیر مهم دي چې سرمایه گذاران نشي کولای چې په افغانستان کې سرمایه وکړي. تر ټولو مهم مسائل یو د امنیت دی چې امنیت په افغانستان کې په هغه کچه نه دی چې یو سرمایدار راشي دلته په ښه زړه سره سرمایه ګذاري وکړي. دویمه غټه مسله د برق نشتون دی، د برېښنا نشتون دی چې د اوس هم کورونو ته هم د افغانستان حتی د کابل پایتخت کورونو ته هم برېښنا په مکمل ډول نه رسیږي. د برېښنا ستونزه ډېره ده چې دغه حل شي او بل دولت دلته دغه مالیاتي سیستم یو څه مغلق دی. نو دغسې یو څوک چې داسې افتخار کوي، ناوخت کوي، نو دولت ته پکار ده چې حد اقل د 15 کالونو نه تر 10 کالونو پورې دوی ته دغه مالیه معاف کړي، دوی تشویق کړي، دوی د تشویق دپاره دوی ته وویل شي چې تاسو راشئ، سرمایه ګذاري وکړئ، دغسې فابریکې جوړې کړئ، مالیات باید کم شي. او بل دې تر څنګ سره د دې چې امنیت خراب دی، که دولت غواړي چې په دې خراب امنیت کې هم سرمایداران تشویق کړي، نو دوی دپاره یو بیمه سیستم ضرور دی چې یو بیمه سیستم جوړ کړي دولت، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه د رئیس جمهور سره په دې یو طرحه باندې کار وکړي چې افغاني تجاران بیمه شي، ځینې کارخانې بیمه شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې تر اوسه پورې دولت په دې کې نیمګړی دی او افغاني سرمایداران غواړي چې داسې مسایل وشي. آقای زدران، بارها از مشکلات که شما یادآوری میکنین یادآوری شده، بارها گزارش های ساخته شده در این بخش، خود حکومت هم اطلاع داره از این مشکلات که سرمایه گذاران با او دست پنجه نرم میکنن، چرا اقدام عملی از طرف حکومت صورت نمیگیره؟ علت از این میتونه در چی باشه؟ آیا اینا اراده ای ندارن که سرمایه گذاری داخلی را جذب کنن یا که مشکلات دیگر وجود داره؟ نو دولت خپل سره جوړیږي نه، تر اوسه پورې دولت نه دی جوړ. موږ داسې وایو چې تر اوسه پورې موږ خپل نظام، هغه بشپړ نظام چې ولرو چې په هغې کې سرمایه ګذاران سرمایه ګذاري وکړي یا په هغې کې هم خلک ښه ژوند وکړي، تر اوسه پورې دغه زموږ نظام نیمګړی دی په ډېرو مواردو کې. نو څنګه به یو سرمایدار هغې کې سپورټ کړي، هغوی به دې ته تشویق کړي چې تاسو راشئ او دا سرمایه ګذاري وکړي؟ ما مخکې وویل چې د سرمایه ګذارۍ دپاره، د خلکو د تشویق دپاره دولت هیڅ کوم سیستم، کومه طرحه نه لري. خب امیر که یا سیستم یا طرحه ندارن، میتونن چقدر افغانستان در آینده ها ضربه بزنن به اینکه دیگه سرمایه گذارا حاضر نشن که در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشن و ما شاهد ازی باشیم که هر روز میزان سرمایه گذاری در افغانستان کاهش پیدا بکنن؟ دا اوس چې موږ تقریبا د میلیاردونو ډالرو واردات لرو د جهان نه، د نورو کشورونو نه، د نړۍ نه، نو دغه هم خپله د افغانستان په اقتصاد باندې ښه تاثیر نه کوي.
دا چې دلته اوس خپله د افغانستان دولت زموږ سرمایه گذاران دی ته تشویق کړي وای، موږ خپله هم خوراکي مواد هم دغسې ټوکرونه او غالۍ او دغه شیان خو اوس یو څه لرو، دا چې موږ خپله دغسې تولید دلته کولی نو دغه زموږ پیسې به هم بهر ته نتلې. وجه دغه ده چې زموږ کرنسي دغه زموږ اثار هم د دې سره ټیټیږي، ځکه زموږ اکثره پیسې موږ تولیدات نه لرو دومره ډیر او موږ واردات کوو. نو که کله موږ دلته کارخانې جوړې کړو، دلته موږ په هر بخش کې کار وکړو، نو زموږ هم د افغانستان اقتصاد جوړیږي، هم سرمایداران د کومه چې څوک د سرمایې هغه لري هوډ لري دغه کې وی کیږي، او هم تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه بیکاره ځوانانو ته پکې کار پیدا کیږي، دا تر ټولو مهمه ده. دا اوس چې دولت د دې سره سرګردانه ده، یو خلک شکایت کوي چې زموږ په منطقه کې زموږ په ولایت کې ماسټران حتی لیسانسان چې لیسانس لري دغه بیکاره دي، او حتی ځینې ډیر داسې کسان دي تعلیم یافته کسان دي چې هماغه دولسم لیسانس یې ویلی وي، خو هغه هم یا د بیکارۍ له وجې یا نشه یي توکو ته لاړ شي یا روغ دی شي په نشه یي توکو، حتی دغسې د ډیرو تعلیم یافته کسانو سره شي. هغه مسایل دغه دي چې وجه دغه ده چې هماغه بیکاره دي، دوی ته کار نه پیدا کیږي. نو په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ د فابریکو جوړول ډیری ګټې لري، یو زموږ آثار ښه ساتي، یو زموږ اقتصاد جوړوي، بله خبره زموږ ځوانان په دې کې مصرف کیږي. نو دا ټول دغه وجوهات چې دولت کار پرې وکړي او دا مهمه طرحه را که شما به حکومت میخواین که پیشنهاد بکنین بی که به اساس از اونمو برنامه های اقتصادی به پیش برای اینا بتونن که سرمایه گذاری داخلی و بیرونی را جذب بکنن تا در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشن چی هسته؟ ما مخکې ویلی چې یو د بیمه سیستم دی چې دوی په افغانستان کې سرمایه گذاران دی ته وعدهداره کړي، په دې پوه کړي چې تاسو راشئ دغه تاسو خپله سرمایه په افغانستان کې مصرف کړئ، دلته راشئ کارخانې جوړې کړئ، حد یې کل که سل سلنه دوی بیمه نشي کولی، یو 50% خو دوی باید بیمه ولري، انشورنس یې ورته وایي. دویمه خبره دغه د دوی ما مخکې وویلی چې دغه مالیاتي سیستم دوی باید یو ولري، حد یې کل تر 10 کالونو پورې تر 20 کالونو پورې ټول د افغانستان سرمایه ګذارانو ته باید ووایي چې تاسو راشئ سرمایه گذاری وکړئ، دلته موږ مالیه نه غواړو، مالیه معاف ده. خب طرحهای از طرف حکومت در این بخش در نظر گرفته شده، اینا 95% جرایم مالیاتی شرکت ها را معاف کردن، یا میتونه که گام مثبت به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر باشه، ولقمندی سرمایه گذارا به سرمایه گذاری؟ نو هغه خو داسې مالیات دوی نه دي معاف کړي، ځکه مخکې هم هغه کوم تولیدي کارخانې چې وي هماغه دوی ورکړي دي، هماغه یا ساختماني شرکتونه او یا لوجستیک شرکتونه او یا کوم نور و چې هغوی د امریکایانو پروژې کړي وي، د خارجیانو پروژې کړي وي، دلته تطبیق کړي وي، په هغې باندې چې کوم اکسترا ټیکس راغلی وو هغه یې معاف کړی دی. نو زه فکر کوم چې د اوس هم په افغانستان کې اکثره کارخانو چې د وړې کارخانې دي خپل مالیات یې تصفیه کړي، مخکې هم ورکړي وو. تشکر، سپاس از ورتان در برنامه. تشکر، مهرباني. و این هم نرخ شماره ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز. یک دلار امریکایی 70 افغانی و 70 پول، یک یورو 84 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 596 افغانی. تا لحظات دیگر خوشبینی وزارت ترانسپورت به نشست سازمانیکو. وزارت ترانسپورت نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمانیکو را که در ترکمنستان برگزار شده پر دستاورد می داند. وزارت ترانسپورت نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان ایکو را که در ترکمنستان برگزار شده پر دستاورد میداند. مسئولان وزارت ترانسپورت میگویند که در این نشست بیشتر روی حل مشکلات ترانسپورتی و گسترش رابط بازرگانی و ترانزیتی بس و گفتگو شده است. این وزارت میافزاید که به هدف آوردن سهولت ها در بخش ترانسپورت، این نهاد موافقتنامه های ترانسپورتی افغانستان را با تمامی کشورها بازنگری کرده است.
نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان کو به هدف گسترش رابط ترانزیتی و بازرگانی در ترکمنستان به روز شنبه برگزار شد. مسئولان وزارت ترانسپورت میگن که در این نشست روی مشکلات در بخش ترانسپورت و ترانزیت و گسترش همکاری های اقتصادی بحث و گفتگو شده است و روی صورت بخشیدن عملی سازی موافقت نامه های راه لاجورد و بندر چابهار نیز گفتگو شده است. در این نشست روی موضوعات اقتصادی و همچنان تجارت، ترانسپورت، ترانزیت، کشاورزی و مواردی که بین اعضای در کشور ایکو کی هستم صحبت کردن به خاطر حل مشکلات در بخش ترانزیت، ترانسپورت، تجارت و تمام مواردی که هست صحبت شد. در این حال اتاق تجارت و صنایع میگوید که با گذشت چندین سال از عضویت افغانستان در سازمان ایکو تا کنون حکومت نتوانست از این سازمان به هدف حل مشکلات در بخش ترانزیت و بازرگانی در کشور کار گیرد. تا این 16-17 سال گذشته مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی ما حل نشده. فعلا هم ما مشکلات داریم و توقع داریم که چنین نشست ها سبب شود تا مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی ما حل گردد. با گفته یه وزارت ترانسپورت به هدف آوردن سلطه ها در بخش ترانسپورت این نهاد موافقت نامه های ترانسپورتی افغانستان را با تمام کشورها بازنگری کرده است و به زودی این موافقت نامه های جدید با کشورها به امضا خواهد رسید. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با حکمت الله قوانج سخنگوی وزارت ترانسپورت. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. در نخست در مورد نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان ایکو بر ما جزئیات بیشتر بدین که نشست برگزار شده بود، بیشتر روی کدام مسائل صحبت شده و چقدر انتظار میره به اینکه مشکلاتی که در اینجا صحبت شده بر حل از اقدام شود؟ تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان تلویزیون و همچنان همکاران تکنیکیتون. بسیار موضوع مهمی اشاره داشتین. ببینین که افغانستان در 3 سال اخیر رهبری حکومت وحدت ملی تلاش های زیادی در بخش اتصال منطقوی، در بخش گسترش و تقویه روابط با کشورهای همسایه و منطقه تلاش های زیادی صورت گرفت و همچنان دستاوردهای خوبی هم در 3 سال گذشته ما داشتیم. موضوع امضای موافقت نامه چابهار و همچنان لاجورد، خط آهن آقینه و موارد بود که به خاطر تعمیر روابط با کشورهای همسایه و منطقه، به خاطر رشد تجارت و توسعه تجارت، کارهای بسیار مؤثری صورت گرفت. در این همه شما شاهد هستین که در 3 سال در سال اخیری که ما قرار داریم اکثرا کشورهای همسایه بسیار حسن نظر خوب با افغانستان داشتن تا روابطشان بیشتر خوب بسازن. شما بیشتر میدونید که افغانستان یک کشور محاد به خشکی است، اما در پهلویش ما یک کشوری که نقطه وصل هستیم. آسیای مرکزی، آسیای جنوبی را با هم وصل میکنیم. ما از اون نقطه وصلی که ما قرار داریم باید به صورت درست استفاده خوب داشته باشیم. به این اساس این تغییرات مثبت به وجود آمده. چیزی که مهم است نشست وزرای سازمان همکاری اقتصادی ایکو، وزارت ترانسپورتش که همه ساله در یکی از کشورهای عضو این سازمان برگزار میشه و روی تجارت، حمل و نقل، ترانزیت، بحث و تبادل نظر صورت میگیره و همچنان مشکلاتی که صد رای سرمایه گذاری در بخش تجارت هستن و یا همچنان تسهیلاتی که باید فراهم شود، موضوعاتی هست که مشکلاتی که صد رای کشورهای عضو سازمان همکاری های ایکو هستن بحث های همجانبه صورت میگیره. به خاطر حل این مشکلات اقدامات جدی رو روی دست میگیرن. نشستی که در اشقاباد ترکمنستان دایر کرده بود، وزیر ترانسپورت افغانستان هم اشتراک کردن از نمایندگی از حکومت وحدت ملی و در اوجه سخنرانی هم داشتن و زیاد تاکید اعضای ایکو بالای افغانستان هم داشتن، به خاطر که بیشترین تسهیلات، بیشترین فواید ایکو را، این سازمان همکاری اقتصادی را، کشورهای دیگر تا حال به صورت درست استفاده میکردن. اما افغانستان تا چند سالی که ما قرار داشتیم اما استفاده بهتر، یعنی بگویم باید و شایدش می بود، استفاده درست کرده نتانسته بودیم. یعنی با آمدن رهبری جدید در وزارت یعنی تغییرات به وجود آمده. به خاطر چی؟ تامین روابط ما در پهلو این همه شما می بینید که ما
انقری با چندین موافقتنامه با کشورهای همسایه به امضا میرسانیم. این کارهایی است که صورت گرفته. این رهبر جدید وزارت که شخص وزیر صاحب دوجا بودن، پیشنهاداتی که از طرف اعضای این سازمان بود به خاطر تا تسهیلات لازم در داخل خاک افغانستان به خاطر تردد وسایتی که عضو چنان که شما خود تنم میپذیرین که افغانستان نتونسته از عضویت خود در سازمان کو به نفعش استفاده بکنه، علتش در چی بوده؟ چرا ما نتونستیم که استفاده بکنیم؟ با وجود از اینکه ما حق عضویت سالانه به سازمان پرداخت میکنیم، ما نمیتونیم که استفاده بکنیم. بسیار موضوع خوب. ببینید که سالهای گذشته هم یک توجه جدی در این باره صورت نگرفته بوده و همچنان شما بیشتر میدانید که در حکومت های قبلی که وجود داشت توجه جدی در بخش روابط خارجی ما به خاطر اتصال منطقوی، به خاطر تحکیم و توسعه روابط ترانسپورتی و ترانزیتی تجارتی ما چندان توجه صورت نگرفته بود. این شما در 3 سال اخیر ببینید، ما قبلا در شروع برنامه یادآور شدم که دستاوردهای خوبی داشتیم. در 3 سال تغییرات کلی آمده، یعنی در بخش سازمان همکاری اقتصادی ایکو هم چون اونا امیدوار شدن که گوی افغانستان هم فعلا بسیار توجه خود جدی دارد این باره و همچنان خواستها و توقعاتی که از افغانستان باید میرفت این اجراات صورت میگیره و اداراتی که زیدخل هستن و ارتباط کاری با وزارت ترانسپورت دارن، تنها این مربوط به وزارت ترانسپورت نیستن، بخش زراعت است و گمرکات است، وزارت محترم خارجه است و وزارت محترم تجارت است، اتاقای محترم تجارت و اداراتی که زیدخل هستن، این یک هماهنگی بینشان فعلا به وجود آمده. هماهنگی به چه شکل است؟ وقتی که یک اداره در نشست این سازمان میره، نمایندگی از ادارات دیگه میکنه و موقف گیری که از صورت بگیره به صورت درست موقف گیری میکنن و به صورت درست اما برنامه‌ای که ادارات دیگه که داخل افغانستان هستن او را تشریح کرده میتونن. یعنی خب در کل از این نشست ها میتونه نفع خوبی داشته باشه، میتونه روی مشکلات از یک ما داریم ویزو بیشتر صحبت شوه، اما اگر اقدام عملی صورت نگیره برگزاری از این چنین نشست ها میتونه که سودی بر افغانستان نداشته باشه. نه تنها از اینکه ما سازمان کو نتونستیم استفاده بکنیم، از تیرم این قسم است، ما در اونجا ما نتونستیم که استفاده درست تا امروز در بخش حمل و نقل استفاده بکنیم. علتش میتونه در چی باشه؟ همیشه گفته شده که خب مشکلات وجود داشته در گذشته، حالا برنامه مشخص چی است در این قسم؟ بسیار خب، شما ببینید سالهای گذشته و فعلا ما با مشکلات زیرساخت های ترانسپورتی در داخل خاک افغانستان مواجه هستیم، اما اقدامات جدی صورت گرفته و قبلا هم یادآور شدم سالهای قبل که ما قرار داشتیم این هیچ نما ما با یک کشور الا دو کشور روابط ترانسپورتی و تجارتی ترانزیتی خود داشتیم، با یک کشور بود که پاکستان بود. خوشبختانه شما فعلا ببینین ایران، تاجیکستان، ازبکستان و همچنان ترکمنستان است که بندر آقینه است، این روابط بهتر شده، راههای جدید به خاطر اتصال با افغانستان با کشورهای دیگه این زمینش مساعد شده. سالهای گذشته که ما قرار داشتیم ای کارهایی که مثبت که باید صورت میگرفت نبود، تنها یک رای که ما وام رای پاکستان بود که روابط تجارت ترانزیتی ما خود داشتیم. خوشبختانه تغییرات مثبت در 3 سال در بخش اتصال منطقه‌ای به وجود آمده. این امیدواری ها است که اما کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو هم به ای امیدوار شدن که گوی افغانستان فعلا داره اونم آمادگی های لازمه باید بگیره. موضوع چی است که هفته قبل جلاد محترم رئیس جمهور افغانستان به خاطر آوردن تسهیلات، به خاطر عرضه خدمات ترانسپورتی بهتر و همچنان تنها در داخل خاک افغانستان نیست، اما عرضه خدمات به صورت درست انجام بدیم، احداث ترمینال های ترانسپورتی را دستور دادن در 8 زون کشور. این ترمینال ها باید ساخته شود، این تاثیر مستقیم بالای روابط تجارتی و ترانسپورتی ما با کشورهای همسایه منطقه داره و همچنان ساخت تیرپارک ها در شاره هاست که با وزارت محترم فوایدامه این قریب کارش آغاز میشه. این تعهداتی که ما با کشورهای همسایه و منطقه در موافقت نامه ها دادیم باید او را عملی بسازیم. وقتی عملی ساخته نمیتونیم، بعد در سازمان های اقتصادی هم که ما متعهداتی که داریم باید او را عملی بسازیم و در حال عملی شدن هست. انشاءالله امیدواری ها هست و مشکلات سالهای قبل بود و مرفوع شده، ما امیدوار هستیم که با همکاری تمام ادارات که زیدخل هست تا به این مشکل رسیدگی صورت بگیرد. خب امید که عملی شود، میشه روی موافقتنامه‌های ترانسپورتی هم صحبت های داشته باشین، آنچنان که به گزارش آمده بود که شما موافقتنامه‌های ترانسپورتی افغانستان با شمار از کشورها بازنگری کردین، میشه بوین ده بازنگری که کردین چی تعدیلات با وجود آمده و چه زمان این موافقتنامه دوباره پس امضا خواهد شد؟ بسیار خب، ببینید که سالهای گذشته ما با کشورهای همسایه و منطقه موافقتنامه‌های دو جانبه و سه جانبه به امضا رسانیده بودیم، این مشکلات خود داشته، این منافع ملی کشور در نظر گرفته نشده بوده.
شما ببینید که وسایط خارجی داخل خاک افغانستان تردد کرده میتونست، اما برعکس وسایط افغانی ما داخل خاک دومی سومی شده نمیتونست. یعنی داخل خاک پاکستان و ازبکستان و تاجیکستان وسایط افغانی داخل شده نمیتونست، تردد کرده نمیتونست. علتش چی بود که ما در موافقتنامه‌ای که امضا شده بود به شکل درست به او تمام موارد در نظر گرفته نشده بود. این تمام موافقتنامه با آمدن رهبری جدید در وزارت بازنگری شد و بسیار محدود موافقتنامه است که باقی مانده تا دو هفته آینده این به صورت درست بازنگری میشه، نظریات تمام اداراتی که زیدخل هستن گرفته میشه و بعد از او از طریق وزارت محترم خارجه با کشور که ما موافقتنامه را به امضا می‌رسانیم، مثال تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و همچنان با پاکستان فعلا موافقتنامه ابطا است که وقتش تمام شده بود و فعلا کار بالای موافقتنامه جدید جریان داره. یعنی با تا یک لایک کنیم ما بعد با موافقتنامه دو جانبه و سه جانبه با کشورهای همسایه و منطقه به امضا میرسه و یک موافقتنامه هم که قرار است انقریب به امضا برسه ترانزیتی است با افغانستان، ازبکستان، چین است که یک موافقتنامه ترانزیتی است. انشالله بسیار پردستاورد بود که سفر قبلی وزیر به ازبکستان و ببینیم انشالله یک تغییرات کلی در بخش اتصال منطقه‌ای به وجود بیاد. تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه. سلامت باشید. در اخیری هم فشرده چند خبر. بیشتر از نیم جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. یافته های یک بررسی به نام وضعیت زندگی در افغانستان نشان میدن که شمار افراد زیر خط فقر در کشور به بیش از 16 میلیون تن رسیده است. یک کارخانه تولید پارچه در ولایت پکتیا آغاز به کار کرد. مثلا این کارخانه میگن که آنان پارچه های گوناگون را تولید میکنند و این پارچه ها بازار خوبی نیست برخوردار است. وزارت ترانسپورت نشست وزیران ترانسپورت کشورهای عضو سازمان یکو را که در ترکمنستان برگزار شده پردستاورد می‌داند. و هزاران تن از مردم فرانسه در برابر سیاست‌های اقتصادی حکومت این کشور دست به اعتراض زدند. سپاس از اینکه در برنامه بازار همراهی ما کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.